سرخط تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز، دختر نواز شریف اگر عمران خان مجازات نشود، قانون جنگل در کشور حاکم می شود. درخواست روسیه برای نشست شورای امنیت درباره اقدامات تحریک‌آمیز رادیکال های اوکراینی. و همچنان در پایان، قطعه گژدمک و قطعه مرگ امنیت ملی به احمد مسعود بیعت کردند. با نام خدا و با درود سلام و کانال خبری ون اسمارت خوش آمدین. مشروع خبرها. درخواست روسیه برای نشست شورای امنیت در رابطه با اقدامات تحریک‌آمیز رادیکال های اوکراینی در پوچا. جنایات رادیکال های اوکراینی در پوچای روسیه را مجبور به تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد. با گزارش اسپوتنیک، روسیه به دلیل تحریک رادیکال های اوکراینی در پوچا درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نمود. دیمیتری، معاون اول نماینده سازمان ملل متحد، در سازمان ملل متحد گفت روسیه با توجه به تحریک رادیکال های اوکراینی در شهر پوچا در نزدیکی کیف، خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه شد. با گفته وی، مسکو تحریک‌گران متعصب اوکراینی و حامیان غربی آنها را به آب پاک خواهد آورد. پیش از این، مقامات و رسانه های اوکراینی ویدیویی را منتشر کردند که ظاهراً در شهر پوچا، منطقه کیف، جایی که اجساد کشته شدگان در جاده قرار دارند، فیلم برداری شده است. شبکه متوجه شده که جسدها بازوهای خود را حرکت می دهند و اندام خود را بیرون می آورند تا زیر چرخه تجهیزات نظامی نیفتند. همچنین در آینه عقب خودروی امپراتور می توان دید که چگونه یکی از مرده ها و محض عبور خودرو از جای خود بلند می شود. وزارت دفاع روسیه نیز این تیراندازی ها را تحریک‌آمیز خواند. آنها تاکید کردند که در تمامی مدعی این منطقه تحت کنترل روس‌ها بود. حتی یک نفر از ساکنان محلی از هیچ اقدام خشونت‌آمیز متحمل نشده است. همچنان این در حالی است که دختر نواز شریف اگر عمران خان مجازات نشود، قانون جنگل در کشور حاکم می شود. مریم نواز، دختر نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، عمران خان را دیوانه و وسواسی خواند. با گزارش اسپوتنیک، سیاستگر پاکستانی امروز پس از انحلال مجلس نمایندگان این کشور در صفحه توییتر خود نگاشته است: اگر این دیوانه و وسواسی به خاطر این جنایات مجازات نشود، پس از امروز قانون جنگل در این کشور حاکم خواهد شد. مریم نواز افزوده است هیچ کس نباید برای حفظ کرسی خود قانون اساسی پاکستان را تحریف کند. قرار بود مجلس نمایندگان پاکستان امروز به عمران خان نخست وزیر این کشور رای عدم اعتماد دهند. این در حالی است که امروز رئیس مجلس ملی پاکستان با محکومیت مداخله خارجی در امور خارجی این کشور رسما هر گونه عدم اعتماد علیه عمران خان نخست وزیر پاکستان بر پایه مداخله خارجی ها را معدود اعلام کرد. جلسه نهایی برای رایگیری در خصوص طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر این کشور امروز به ریاست قاسم خان سوری، نائب رئیس مجلس پاکستان، برگزار شد. ریاست مجلس پاکستان طرح ارائه شده از اپوزیسیون برای عدم اعتماد علیه عمران خان را مغایر با قانون اساسی کشور و استقلال و حاکمیت کشور دانست. قاسم خان سوری با مردود اعلام کردن طرح ارائه عدم اعتماد علیه نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: به هیچ قیمتی بر اساس مداخله خارجی و توطئه طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر پاکستان یا برکناری دولت قابل قبول نیست. نمایندگان مجلس از حزب حاکم پاکستان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی اپوزیسیون را به شدت سرزنش کردند. همچنان این در حالی است که مسعودیان در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می‌نویسد: قطعه گژدمک و قطعه مرگ امنیت ملی
از دولت جمهوریت پیشین نیز در جبهه مقاومت ملی بر رهبری امیر صاحب احمد مسعود پیوستند. در همین حال جبهه مقاومت در پستی می نویسد: تازه قطعه گجرمک و قطعه مرگ امنیت ملی حکومت پیشین نیز با جبهه مقاومت ملی و رهبری محترم احمد مسعود پیوستند. قابل یادآوری است که این منابع خبری رسمیت کامل ندارند. و همچنان در پایان، انفجار در سرای شاهزاده 60 کشته و زخمی و شفاخانه امرجنسی. شفاخانه امرجنسی کابل میگوید که از انفجار قبل از ظهر دیروز یکشنبه 14 حمل در سرای شاهزاده کابل 1 کشته و 59 زخمی به این مرکز صحی انتقال داده شده است. با گزارش اسپوتنیک امرجنسی در تویتر نوشته است که بیش از 33 نفر از زخمیان در این شفاخانه پذیرفته شدند. بیشتر وزارت داخله و حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده بودند که در انفجار سرای شاهزاده کابل 10 نفر سطحی زخمی شدند. طبق خبرنامه این وزارت، انفجار ناشی از پرتاب یک بمب دستی توسط یک سارق بوده که قصد دزدی پول را داشته است. دیروز صدای یک انفجار خشن در شهر کابل شنیده شد، انفجاری که سرای شاهزاده را به تکان درآورد. 60 کشته و زخمی و شفاخانه امرجنسی کابل منتقل شدند. شفاخانه امرجنسی کابل میگویند که از این انفجار 1 کشته و 59 زخمی به این مرکز صحی انتقال داده شدند. امرجنسی در تویتر نوشته است که پیش از 33 نفر از زخمیان در این شفاخانه پذیرفته شدند. بیشتر وزارت امور داخله طالبان سرپرست اعلام کرده بودند که در انفجار سرای شاهزاده کابل 10 نفر سطحی زخمی شده اند. گرفته شده از صفحه رسمی سایت خبری اسپوتنیک افغانستان. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود.